فهمیدم. سرکان بیا، ادا نیستش. نمیدونم، یه لحظه نگاه یعنی کردم بود، بعد یه لحظه دوباره دیدم نبودش. یعنی چی نیست؟ نمیدونم، یهو دیدم نیستش. یعنی افتاد تو دریا؟ نمیدونم، احتمالاً افتاده تو دریا. کجا میتونه بره؟ ادا کجایی؟ ادا! آخرین بار کجا بود؟ نیست، اون طرف هم نیست. سرکان چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ دارم میپرم تو. ادا خانم پیدا شده. بیا، میگه پیدا شده. یه کشتی دیگه ظاهرا متوجه شده و نجاتش داده. اینو به پشتتون بندازیم. ممنونم. نگران نباشین، جاتونم نیم. واقعا خیلی ممنونم. ببینین، از این کشتی در حال حرکت افتادم، حتی انگار سرکانم دنبالمه. یکم بعد به اونجا میرسیم. بنا خدا بگیم به بندر نزدیک بشیم. بفرمید، خوش میکنم. اینو بگیرین، موهاتونو خوش کنین. سشوار پایین هست. خیلی ممنون. ادا خوبی؟ سرکان خوبی؟ خوبم، فقط یکم ترسیده. چیزیت نشده که؟ ادا تو خوبی؟ خوبم دنیز، افتادم. چطور افتادی آخه؟ چی شد؟ پام لیز خورد. آقا کمال منو هینه افتادن دیده، زود منو سوار کشتیش کرد، یه چیزایی داد گرمم کرد، دستش درد نکنه. به هر حال مهم اینه که الان حالت خوبه. متشکریم. خواهش میکنم، ایشون بسیار خوششانسن. واقعا خیلی ممنونم که زندگی نامزدم رو نجات دادید آقا کمال، واقعا لطف کردید. هر کی جای من بود همین کارو میکرد. ادا جون خوبی؟ خیلی ترسیدم. خوبم. به نظرم بهتره یه سر بری بیمارستان. نه لازم نیست، به خاطر دست و پا چلفتی بودنم شد، برم خونه کافی. راستی ما دو روز دیگه عروسی میکنیم، از دیدن شما تو جشن عروسیمون خیلی خوشحال میشیم. واقعا خیلی خوشحال میشیم. واقعا میخواستم بیام، ولی فردا باید خارج از استانبول باشم و کارهای خیلی مهمی دارم. زندگی پر از سورپرایزه، شاید بازم با هم روبرو شدیم. بازم به خاطر دعوتتون ممنونم. پس من متشکرم، خیلی ممنون واقعا. بیا بریم یه خورده. مواظب خودتون باشین. ممنون دنیز. بله. گردنبندم افتاده. چی؟ گردنبندم افتاده. اصلا مهم نیست، روز بخیر. روزتون بخیر. بیا بریم کنار آتیش تو کم شی. لطفاً دیگه ناراحت نشو ادا، یعنی خب اتفاقیه که افتاده. ملو میدونی که اون گردنبند برام خیلی مهم بود. خودم رو نجات دادم ولی گردنبند رو پیدا نکردم. رفت، پیدا نکردم. عزیزم خدا رو شکر خودت چیزیت نشد. سرکان یکی تازه‌شو میخره. یعنی چی تازه‌شو میخره؟ چطوری بخره؟ میدونه که دو روز دیگه عروسیه، ولی هیچ کاری نمیکنه.
این کارت دعوت دروغی الکی واقعی که نیست، یعنی نیازی نیست نگرانش باشی. ملو تو اینطوری میدونی؟ اون فکر میکنه واقعیه، یعنی با وجود اونم هیچ کاری نمیکنه. دارم دیوونه میشم. من چیکار کنم برای اینکه واقعا باور کنه بشینم سر سفره عقد؟ یعنی میگی چیزه؟ میگم نظر چیه که واقعا باهاش بشینی سر سفره عقد؟ والا الان به فکرم رسید، میگم این کارو بکنیم. به نظرم فکر خیلی خوبی. اگه این سرکانو به هم برمیگردونه راضیم این کارو بکنم. میدونی این شبیه چیه؟ آخرین تیر عشق، آخرین خروجی قبل از پل. اگه بتونم پلو رد بشم دیگه اون طرفم. گل من، خب انگشتتو بده، اینو بنداز. باشه، چشم نظره، بهت چشم میزنن. به خاطر خوشگلی خودتو قلب پاکت همیشه جلوی چشمی، مگه نه؟ فقط تو آب نیفتاده بود. خب افتاد. افتادم، گردم من تو گم کردم. باشه همه جون، دست درد نکنه. باشه، اصلا درش نیار. این چی میشه؟ ها؟ دو روز مونده، کی کنسلش میکنی؟ کی کنسله؟ اون کنسل نمیشه عمه، یعنی من میشینم سر سفره عقد. اگه میخواد سرکنو به هم برگردونه من راضیم بشینم سر سفره عقد. یه لحظه، همچین چیزی نشنیدم و نمیشه. تو دیوونه شدی؟ چی کار میکنی برای اینکه سرکان برگرده پیشت؟ واقعا میخوای عقد کنی؟ عمه این آخرین شانسمه، آخرین امید منه. بابا دخترم، تو هر کاری کردی اون نفهمید دیگه چی میخواد بشه. وقتی تو با دنیز سر سفره عقد نشستی، یهویی همه چی یادش میاد. وای آبجی آیفر، واقعا که سرنوشت تلاش کردن و دوست داره. در ضمن عشق هر پالیش نمیشه، مگه نه؟ آره. چه فلسفه قشنگی، عالیه، ولی تو عمل نمیشه، نمیشه. بله، یه چیزی به اسم انرژی هست. منظورم انرژی مثبته که نمیتونی ردش کنی. یعنی خیلی خوب باشه، درکت میکنم، ولی همه یه تلاشای ادو جواب داده. یعنی ممکنه سرکان ادو رو یادش نیاد، ولی به یه نحوی همش خودش رو پیش ادو میبینه. همش همینطوریه. خب تو بگو، راسته یا دروغ؟ عمه واقعا اینطوریه، نمیتونه در مقابل من مقاومت کنه. من اینو میدونم که به نظرم همه اینو میدونن. ادو هر کاری بخواد بکنه من پشتشم. ببین قسم میخورم، واقعا اگه منو، یعنی وقتی من این بازی رو راه انداختم یادش نیاد، قضیه سرکانو میبندم. اگه نشه قضیه سرکان تموم میشه. ولی دو روز آخر رو دارم عمه، یعنی هر کاری از دستم بر بیاد باید تو این دو روز آخر بکنم. پس من بسیج عشق رو اعلام میکنم. این یه بسیج عشقه. با من هستی عمه؟ هستم. آره بگیر. منم هستم. باشه بابا. هستی تو هم هستی هم باشه. به خاطر عشق، به خاطر عشق. باید چی کار کنیم؟ و این دوتا مغز چطوری کنار هم اومدن؟ به نظر من خیلی خوبیم. بهترین فکری که تا به امروز پیدا شده همینه. خیلی خوشگلی. میدونی ما چطوری این فکر رو پیدا کردیم؟ با هم فکری. یعنی چی همه چی تموم شد؟ داداش باورم نمیشه تو واقعا جدی هستی؟ جدی هم انگین، خیلی هم جدی هم. تموم شد، واقعا تموم شد. نه داداش، بلش نکن، بلش نکن داداش، بهش فشار بیار. بهش فشار چی بیارم انگین؟ یعنی اون داره ازدواج میکنه، دو روز دیگه ازدواج میکنه. خب چی؟ داره ازدواج آره. میکنه؟ آره. اما جرن؟ جرن بهمون گفت که همش یه بازیه. چند روز پیش تو سوال پرسیدن مگه ندیدی چقدر مضطرب شدن داداش؟ واقعی نبوده، جرن اشتباهی به ما گفته، یه چیزایی تو ذهنش ساخته، بازیمون داده. فقط یه واقعیت وجود داره، اونم اینه که ادا دو روز دیگه 20 مارس ازدواج میکنه. نه تو داری اشتباه میکنی. به نظر من یه واقعیت دیگه هم وجود داره که تو هم عاشق ادایی داداش. این خیلی فاسه و معلومه سرکان، به نظر من یه بار دیگه حرف بزنید با. در مورد چی حرف بزنیم انگین؟ اگه منو دوست داشت با کس دیگه ازدواج نمیکرد، مگه نه؟ ازدواج نمیکرد. چی میتونم بگم؟ ادا از من دست کشیده، برای همین ادامه داد دیگه تموم شد. باشه؟ دنیز برای دومین بار در مورد ادا اشتباه فکر کردم. نمیتونم سرکان ازش دور نگه دارم. اتفاقاتی که توی شوی مدو کشتی افتاد، سرکان خیلی نگران ادا شد.
سلین فوراً پاپس نکشی، مقدار آروم باش. چطور پاپس نکشم دنیز؟ دیگه چی کار میتونستیم بکنیم که نکردیم؟ میگم تموم شد. به نظرم تمام نگرانی و ترست به خاطر عکس دو نفرمونه. واقعاً چطوری نترسم؟ این هر کسی که هست قصد نداره دست نگه داره. خیلی مؤدبانه بدون اینکه دل بشکنی از سرکان جدا شو، وگر نمیری یه جای بدتر. یعنی الان دیگه پاکش کردی همه چی تموم شد؟ معلومه که نه سلین جان. ببین اگه میخوای برنده باشی باید قوی باشی، باید چنگالاتو نشون بدی و بیشتر مبارزه کنی. سعی کن از اطرافیانت الگو بگیری. این اعتماد به نفس دست کجا میاد؟ واقعا کنجکاوم بدونم. خب سوال خوبی پرسیدی. چون دیگه به صورت سوری با ادا عقد نکردم و عقدمون کاملا رسمیه. چی؟ یعنی چه جوری؟ سرکان که شروع به کنجکاوی کرد، منم تصمیممو گرفتم و رفتم محضر و وقت عقد رسمی گرفتم. دیگه سرکانم میدونه ما واقعا داریم ازدواج میکنیم. یعنی تنها کاری که تو باید بکنی اینه که یه نقشه مثل نقشه من بکشی. عکسا چی میشه؟ و در مورد عکسا باید هر جوری شده طرفو پیدا کنیم. هیچ کس به ذهنم نمیرسه. هر کدوم از اطرافیانت میتونه باشه سلین، هر کدوم. اما کی؟ بیا ببینم. دنیز، من گردن بندم رو گم کردم. چی؟ گردن بندم رو گم کردم. زود باش دیگه جواب بده. نمیشنوه. بگو سیفی. وای آقا سرکان، آیدان خانم، خودتونو برسونید. سیفی مامانم چه شده؟ شمرده نه اصلا خوب نیست، خودشو حبس کرده تو اتاق، هر کاری میکنم نمیاد. باشه یکم آروم باش، میشه بگی چی شده؟ من که نمیتونم برم تو اتاق، برای همین نمیدونم چشه. خودشو حبس کرده، به سختی راضی شده بود. اگه دوباره اونجوری بشه من نمیدونم باید چیکار کنم. باشه میام. تو هم یکم آروم باش، سعی کن باش حرف بزنی. باشه میام. باشه داره میاد. شما برای این بازی بزرگ آماده هستید؟ سرکان نمیخوام برم بیرون، بیرون خیلی چیزای بدی هست. چطوره؟ یه استعداد ذاتی دارم. اینم ببین سرکان، بذار همینجا ببونم. سرکان چطوره، در حد اسکار هست؟ واقعا هم که در حد اسکاره. آخه شماها چتونه؟ اینجوری که نمیشه. چقدر بیحالید، یکم باحال باشید. چه میدونم، رفتم تو فکر. منم خوبم ملو، بزرگش نکن. اگه حال خوبتو ندیده بودم قبول میکردم. چی شده مگه؟ یکم موهاتو کشیده دیگه. چی شده؟ چیزی نشده. چیزی شده؟ به خدا چیزی شده آبجیفه. چیزی به اسم چیزی نیست نداریم. یعنی این سرکن ربات بولات این دخترها رو یادش نمیاد دیگه. خب چی کار کنم؟ منم خیلی عصبانی میشم. اصلا عصبانی نشو ملو، چون که کاملا درست میگی. چیزی نمیتونم بگم. حالا که قضیه اینطوری پیش میره. چی گفتی؟ من؟ میگم
اگه ربات هم که باشه، آخه کسی تو دنیا نیست که با عشق نشه به راه آوردش. عشق آدمو تربیت میکنه، یعنی با رنج و شیرینیش واسه آدمیزاد هم مجازات داره هم پاداش. درسته. وای وای چه چیزایی بلد بودی زن عاشق پیشه. نه که بلد باشم، همینطور یه چیزی میپرونم که حرفی زده باشی. نه ما همینطور نمیشه. نمیشه. نه 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 نمیشه. میشه در رو باز کنی؟ از اینجا برو سرکان، خودمو حبس کردم، دیگه هم نمیتونم بیام بیرون. اما مامان دلیلی نداره این کار رو بکنی. ببین چه خوب را چی میرفتی بیرون اینطوری. برو از اینجا برو، نمیتونم در رو باز مامان کنم. مامان جایی نمیرم. میشه لطفا در رو باز کنی، رو در رو حرف بزنی؟ نه نه. چی کار کردی تو؟ به خدا من کاری نکردم، یه بار به زور بردیمش بیرون، اما دیگه نمیشه. من نفهمیدم واسه چی رفته اون تو، چرا الان اون توه؟ نمیدونم، همینجوری علکی. چطور نمیدونی؟ همه روز پیش اونی. وایسا سیفی داره زنگ میزنه. خیلی خوب. الو الو آیفر، اینجا همه چیز طبق نقشه داره پیش میره. چی شده؟ چطوری یعنی؟ چی شده؟ آی جدی میگی؟ چی شده؟ آیفر حرفایی که زدی ما یادت نره، مبادا به ادا چیزی بگی. شاید بعضی چیزا واسه این نمیشه که فکر میکنه بازیه. مامان لطفاً میشه درو باز کنی؟ ببین این وقت شب اومدم، لطفاً درو باز کن. نه سرکان، نمیام بیرون. آیفر یالا دختر رو بردار بیار. نه این در رو باز نمی کنم. انگار خودشو حبس کرده. خیلی خوب باشه عزیزم، ما همین الان میایم. البته مگه میشه همچین چیزی؟ البته ما همین الان میایم. باشه نگران نباشی، ما همین الان میایم. باشه فعلا. چی شده؟ خودشو زندانی کرده؟ آیدان خودشو تو اتاق زندانی کرده، کسی رام را نمیده، بیرونم نمیره. یه سر بزنیم ببینیم چشه. یالا ای بابا، آخه چرا اینطوری شد؟ همش به خاطر ازدواج با اون سلین بیخاصیت این بلاها سر اون زن میاد. میگم تو زنه رو از خونه آوردی بیرون، خب پاشو یه سری بهش بزنیم. مامان ببین اگه این درو باز نکنی مجبور میشم درو بشکنم. بذار با تنهایی خودم بسازم و بسوزم، ولم کن. مامان تنها نیستی، ببین نگاه کن، سیفی هست، من هستم، آیفر خانوم هست، الکس هست. نه نه نیست. نیست دیگه، نیست دیگه. نه نه، آدمای زیادی هستن. نه نه، برید از اینجا. نمیرم مامان، لطفاً در رو باز کن. ببین اگه بازش نکنی میشکنمش، باور کن میشکنم. نه منو اینجا تنها بذار، مبادا در رو بشکنی. میشکنم. نه آقا سرکان، آخه این چه کاریه دیگه؟ چیه؟ دکتر گفت دست به اقدامات فیزیکی نزنید که وضعش بدتر میشه. با دکتر حرف زدین؟ دکتر کجاست؟ خارج از کشور بود. خارج از کشور. آفرین سیفی، دکتر دیگه ای نبود که بتونه بیاد؟ خب مگه این بیماری معمولیه، باید دکتر خودش باشه. مامان لطفاً دیگه درو باز کن، لطفاً. ببین داره میره رو اعصابم. سرکان برو از اینجا، دنیا خیلی بده، اون بیرون چیزای زیادی هست که من نمیخوام. مامان لطفاً این کارو نکن، ببین مردم چه زندگی سختی دارن. نکن. خوشی زده زیر دلش. آره ولی تو هم خوشی زده زیر دلت. نمیدونم باز این فوبیاش از کجا در اومده آخه. نمیدونم، میگم چطور ما زودتر بریم. میدونی برای چیه؟ تقصیر سرکانه. ما به خاطر اون ربات زندگی و زندگی کردن و یادمون رفته، افتادیم تو درد سر. ادا اونم رفت یه سالی که با من بود و فراموش کرد. ادا زن خودشو توی اتاقش حبس کرده و نمیاد بیرون. بیا بریم یه کاری بکنیم، بیاریمش بیرون. اما باید چی کار کنیم؟ من از دستش عصبانی و دلخورم، اما چی کار میشه کرد؟ صبر کن تو آماده بشم. یالا خیلی خوب، پاشو زود بریم، پاشو. بهت خبر میدم. باشه ادا جون. آخه چرا این زن اینجوری شد؟ آروم بابا، آروم. چی کار میکنی سلین؟ باید حرف بزنیم فرید.
میشه بدونم درباره چی باید حرف بزنی؟ تو خوب میدونی راجع به چی قراره حرف بزنیم. شاید بدونم شایدم ندونم. تو بگو در مورد چی میخوایم حرف بزنیم. مامان کم مونده دیگه بشه 2 ساعت. لطفاً درو باز کن. داخله. آه. ادا؟ آقا سیفی ازم خواست که بیام کمک کنم. آره زودی بودو بودو اومده چون آیدان خانمو دوست داره. آره گل من خیلی مهربون و دلرحمه دیگه. آره اما اگه میخواید شما بشینید یه چای بخورین من درو باز میکنم. بذار ببینم آیدان خانم. من میدونم دارم چی کار میکنم ادا. لطفاً یکم دیگه درو باز میکنه. 2 ساعت دارم کلنجار میکنم. ادا تویی؟ خیلی خب باز درو باز نمیکنه. منم آیدان خانم. باز نمیکنه. ما خیلی وقت نتونستیم با هم حرف بزنیم. نشد بشینیم یه قهوه بخوریم. میشه الان رو در رو با هم حرف بزنیم؟ باز نمی کنه. باز نمی کنه. البته ادا جون منم خیلی دلم برای گپ زدن با تو تنگ شده. داری سر به سرم میذاری؟ پس 2 ساعت من داشتم اونجا چیکار میکردم؟ اما خب چطوری روی ادا رو زمین بندازم؟ باشه تو خیلی تلاش کردی درست میگی. خب چند ساعت این تو هم میشه چیزایی آماده کنی بخورم؟ نیازی نیست مامان بذار مردم برم خونه زندگیشون برسن. خواهش میکنم همین الان آماده میکنم. نه چه نیازی هست آخه؟ بیا بشینیم یه چیزی بخوریم. بشین عزیزم. فرید ببین دیگه چیزی به اسم من و تو وجود نداره پس دیگه دست از بازی بردار. سلین من دیگه به تو حسی ندارم. میتونی آروم باشی دیگه. جدی میگی؟ پس چرا داری بازی میکنی پرونده و این حرفا؟ فکر کردی نمیفهمم؟ نه برعکس خیلی خوب میدونستم میفهمی. چرا به جای بازی کردن نیومدی یه راست با هم حرف بزنی؟ چون من دیگه باهات حرف و بحثی ندارم سلین. اگه پرونده رو سرکان باز میکرد چی؟ شاید هم باید همینطور میشد. فرید ببین اون عکس‌ها یه چیز آنی و لحظه‌ای بود. یعنی معنی نداره. پس چرا اینقدر میترسی؟ چی میخوای؟ من چیزی نمیخوام سلین. فقط دوست ندارم ببینم بی خود و بی جهت مردمو داری ناراحت میکنی. من همچین کاری نمیکنم. میکنی سلین میکنی. تو از فراموشی سرکان استفاده کردی و میخوای با اون یه زندگی واسه خود تشکیل بدی. تازه وقتی این کارو میکنی دیگه هیچ چیزی رو نمیبینی. فرید سرکان خودش بهم زنگ زد و گفت برم پیشش. بعدم من و سرکان با هم بودیم تا که خیلی خوب اینو میدونی. با هم بودیم. این مال گذشته ها بود. شما جدا شدین سلین تموم شده. فرید سرکان همون سرکان سابقه فهمیدی؟ وقتی با من خود واقعیشه و این به نظرش منطقی میاد. خب به نظرت این کافیه سلین؟ ها وقتی حافظش بیا سر جاش دوباره میخوای چیکار کنی؟ میخوای بهش ضربه بزنی یا فراموشی بگیره؟ فرید بذار یه چیزیو بهت بگم. تو به کار خودت برس باشه. توی زندگی ما دخالت نکن. سلین. ها. خوشبخت بودن خیلی سخت نیست و تو دسترسه اما فانیه و این چیزا. مثل یه چیزایی که باقی میمونه. یه چیزی تو این مایا. آره. چیزی تو این مایا. الان گرد ما باید تو کدوم یکی از اینا؟ چقدر هیجان دارم. میگم گرد ما تو کدوم یکی از ایناست؟ چیز سیفی یه کمیش مونده بود دیگه. همینجوری توی هر کدوم یه کمی ریختم دیگه. تو همشون از نو ریختی؟ خب چیکار کنم ریختم دیگه. یه رازیو بهتون بگم. چی؟ ببین منم از این گرده توی همه چای یار ریختم. آشی میگی؟ فکر کردم شاید کیک نخورم. فکر خوبی کردی. کارمون رو تضمین کردم. حالا چیکار کنیم؟ بخندیم و خوش بگذرونیم. هرچند هنوزم خیال من راحت نیست. آیدان خانم باز چی شده؟ چرا خودتون رو حبس کردین؟ نمیدونم. اگه میدونستم خودم حبس نمیکردم. خب اتفاقای خیلی وحشتناکی برام افتاد. کم مونده بود پسرم رو از دست بدم. عروسم رو که کلن از دست دادم. نگو عروسم. فردا داره ازدواج میکنه. لطفا این بحث رو باز نکن. تو هم. من چی؟ تو هم به زودی ازدواج میکنی. اما فردا ازدواج نمیکنم. خیلی خب ببین بذار با دکترت حرف بزنیم. یه تماس تصویری بگیریم ها. تو حرف بزنیم که بفهمیم مشکل چیه. باشه؟ دکتر من اینجاست. اینجا اون دکتره چی کار کرد؟ سالها دارو به خوردم داد. میخواست همش بخوابم تو خونه حبسم کرد. اما ادا چی کار کرد؟ اومد فوراً کاری کرد من از خونه برم بیرون. آره مدیون ادا هستیم. یعنی نمیدونم اگه ادا نبود چی کار میکردیم. من اینجا مایدان خانم. دوباره با همدیگه از پسش برمیایم. از اون جایی که فردا داری ازدواج میکنی پس دیگه نمیتونی اینجا باشی. اینکه دیگه تو زندگی تو نیستم به این معنی نیست که تو زندگی مادرت نیستم. میخوای یکم من به دنیس فکر کنم؟ میرین دور دنیا و اینا. خیلی خوب میشه. خب دیگه کیک و چای. هایی واقعا خیلی خوب شد. سمت چپ مال شماست. بیا عزیزم بردارش. سمت چپ خودتون.
چه فرقی میکنه چپ راست؟ بیا تو هم بردار سرکان. اگه میشه منم بر ندارم، آخه من چای نمیخورم. بردار دیگه، چای دوست ندارم. کیکم بردار لطفاً لطفاً. بدونه یه لطنه مخصوص تو درست کردم، بخور زود باش. آفرین آفرین پسرم. من چیزی نمیخورم، اما خیلی خوب دیگه، بگذاریم. باید از زندگی لذت برد. من از زندگی لذت میبرم ادا. آره واسه همین با سلین هستی. چه ربطی به سلین داره؟ این چه ارتباطی به سلین داره؟ میدونی که خیلی رفت داره به اندازه ترس تو از خوردن یه تیکه کیک. ترس کیک. کدومه؟ دلم نمیخواد کیک بخورم، دوست ندارم. روبات تو نخورده به پسرم نگو روبات. الان یه کاری میکنم بخوره. چقدر خوشمزه است. نه ببینم. آره واقعا خوشمزه است. خیلی خوشمزه شده. یکم از بحث منحرف شدیم، میشه لطفا برگردیم سر موضوع خودمون؟ ماما میشه بهم بگی چی شده؟ چی شده؟ چه خوب واسه خودت بیرون میرفتی و میگشتی؟ نمیدونم، احساس کردم واسه یه کسی اهمیت ندارم. چطور مهم نیستی مامان؟ همه به اهمیت میدن، این چه حرفیه میزنی؟ آره اما تو اصلا بهم توجه نمیکنی. ببین حتی کیکی هم که درست کردم نمیخوام. من کیک دوست ندارم. کی دیدی من کیک بخورم؟ به این خوشمزدگی همه داری نمیخورم. چرا این بچه به من اصلا اهمیت نمیده؟ چرا واقعا؟ باشه باشه میخورم ماما، میخورم. بیا بیا ببین دارم میخورم، خیلی هم خوشمزه است. حل بیا چایی هم بخور. چای نمیخورم، نمیتونم چای بخورم. یکم چایی هم بخور. خدا این چیه دیگه؟ زندگی لذت ببر، یکم چایی بخور. من لذت میبرم، فقط تو این شرایط قرار میگم لذت نمیبرم. نمیخوام اینجوری از این صدا متنفرم، متنفرم واقعا، دیگه دارم دیوونه میشم. خدای من چرا این صدا رو در میاری؟ چشیدم بخوری که مزه چای رو بفهمی. بخور دیگه، چای خوبه، خیلی هم خوب درست شده، خیلی خوبه. ادا جون. آیدان خانوم، میشه یکم حرف بزنی؟ البته خوب، من و جرنم یکم کار داشتیم، بلند شو بریم. منم با شما بیام. باشه. ادا جون چقدر خوشگل شدی. متشکرم. من همیشه میخواستم عروس من بشی. تو وارد زندگی من شدی، در بزرگترین ضربه روحی زندگیم کمکم کردی، ولی مهمتر از اونم میدونی چی کار کردی؟ زندگی پسرم رو زیباتر کردی. یه مادر بیشتر از این چی میتونه بخواد؟ یه زن بیاد زندگی بچهش رو به بهترین شکل تغییر بده. ای کاش این صحبت خداحافظی نبود. ای کاش صحبت خوش آمدگویی به زندگیمون بود. ولی خب زندگی همچین چیزیه دیگه. تو زندگی گاهن اتفاقات برخلاف میل آدم میفته. آره این حرفای خداحافظی، اما تو از این به بعد دختر من میمونی همیشه. لطفاً بمون، خواهش میکنم بمون پیشم. باشه. داری خواب میبینی؟ خیلی سرده. تو هیچ وقت منو ول نکردی. منم تو رو ول نمیکنم. Thank you.
خب برای اینکه واقعی به نظر بیاد. نایمد؟ نایمده. پس ما داریم اینجا چی کار میکنیم؟ نمیشه که به مردم بگیم این یه عقد سوریه، برو باید برای عقد آماده بشی. یکم آروم باش. زود باش دیگه، برو. باشه، خیلی خوب. نکنید این کارو، این کارو نکنید. الان وقتش نیست. آخه الان نیا دیگه گفتم نیا دیگه. باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. خیر نمیرسم. حالا که اینطور شد خودم میرم. بودو بریم. زوج دوست داشتنی و مهمان های عزیز، امروز اینجاییم که عقد دنیز کارسو و ادا یلدیز رو جاری کنیم. در نتیجه اقدامی که برای عقد انجام دادین کم و کسری مشاهده نشده. برای ازدواجتون هیچ گونه مانعی دیده نشد. شما ادا یلدیز بدون اینکه تحت فشار چیزی باشین دنیز کارسو رو به عنوان همسر قبول میکنین؟ ملو جونم، ادا جون. نیومد. ادا خانم بگو بله، یه چیزی بگو، مردم تو را نگامون میکنن. منتظر جوابتون هستیم. بله. سلین، همه چی یادم اومد. خیلی معذرت میخوام، اما مجبورم این کار رو انجام بدم. معذرت میخوام سلین. بتمام داداش. نگم من همه چی رو یادم اومد. تو رو، همه چی رو، تو رو، خودم و عشقمون رو. خیلی دوستت دارم. آخ جون. و نمیتونی ازدواج کنی. ازدواج نکن. ازدواج نکردم. من ازدواج نکردم سرکان. این ازدواج واقعی نبود. من برای اینکه حافظت برگرده نقش بازی کردم. یه لحظه، یه سوء تفاهمی شده. این یه عقد واقعیه و منم یه عاقد رسمیم. این دو نفر به صورت رسمی ازدواج کردن. چی؟ ببخشید.
متوجه نشدم یعنی چی؟